سه تصمیمی که زندگی شما را کنترل می کند و با دانش بر این سه تصمیم می توانید زندگی خارق العاده را تجربه کنید. ما در زندگی خود برای هر چیزی تصمیم‌های مختلفی را می‌گیریم و این تصمیمات تجربه‌های زندگی‌مان را رقم می‌زنند. تصمیم می‌گیریم که پولدار شویم یا ازدواج کنیم یا شغلی را برگزینیم. در تمامی این تصمیمات چیزهای خوب و یا چیزهای بد را تجربه می‌کنیم. حتی برخی هستند که آنها را مغرور می‌دانیم و فکر می‌کنیم که چرا آنها این گونه رفتار می‌کنند. انسان‌هایی که مغرور هستند در واقع کسانی هستند که می‌خواهند چیزی که نیستند را نشان دهند که هستند و چون کمبود آن را در زندگی خود احساس می‌کنند، پس با غرور و خودخواهی در ظاهر نشان می‌دهند که آن را دارند، در صورتی که آن کمبود را خودشان نیز در زندگی احساس می‌کنند. در واقع پول، شهرت، زندگی بهتر چیزهایی هستند که از تصمیمات ما خلق می‌شوند. پس این تصمیمات بسیار مهم و حیاتی هستند. شما بر روی چه چیزی تمرکز می‌کنید؟ چه معنایی به آنها می‌دهید؟ و چطور رهبری اوضاع را به دست می گیرید و کاری که باید را انجام می دهید. در اینجا سه تصمیمی که زندگی شما را کنترل می کند برایتان بازگو می کنم. اولین تصمیم این هست که شما روی چه چیزی می خواهید تمرکز کنید. حتما در اطرافیان خود کسانی را دیده اید که زندگی خوبی دارند، اما روی یک موضوع بی اهمیت شروع به تمرکز کردن می کنند و مدام احساس می کنند که قرار است اتفاق بدی بیفتد، یا فکر می کنند که اگر این کار یا آن کار را انجام ندهند حتما کارها خوب پیش نمی روند. در واقع آنها دارند پیش داوری می کنند و اصلا قرار نیست که اتفاق بدی بیفتد، ولی آنها با تمرکز بر روی اتفاقات بد و ناخوشایند در واقع در حال به وجود آوردن یک احساس بد هستند. زیرا وقتی تمرکز بر روی این باشد که قرار است اتفاق بدی بیفتد، دارند آن اتفاق را حس می کنند و واقعا احساسشان بد می شود. برای آنکه کنترل زندگیتان را در دستان خودتان بگیرید، باید کنترل تمرکزهای فکری را نیز بر عهده خود بگیرید. در واقع باید بر روی افکار خود متمرکز باشید تا بتوانید به راحتی کنترل زندگیتان را بر عهده بگیرید. دومین تصمیم این هست که چه معنی به چالش‌ها و تجربیات زندگی خود می‌دهید. معنایی که ما به چیزهای مختلف در زندگی می‌دهیم تمامی زندگی ما را کنترل می‌کنند. مثلا وقتی برخی از ما به فوت عزیزانمون فکر می‌کنیم، دچار رنج و غم فراوان می‌شویم. اما در واقع این احساس معنی هست که ما به مرگ می‌دهیم. شاید کسان دیگر معنی که به مرگ می‌دهند نوع دیگری باشد. حتما این موضوع را در فرهنگ‌های مختلف شما نیز دیده اید. وقتی که ما با چالش‌ها روبرو می‌شویم، هر کدام معنی متفاوتی به آنها می‌دهیم. مثلا شخصی در مقابل یک چالش قرار گرفته و تجربه‌ای که کسب کرده شکست بوده. این شخص می‌تواند حس بدی پیدا کند و معنی که به این شکست می‌دهد یک غم و رنج فراوان باشد، یا می‌تواند معنی برعکسی قائل شود. بگوید درست است که در این چالش پیروز نشدم، اما می دانم که بالاخره موفق خواهم شد و پرقدرت تر به جلو می رود. و در مسیری که دوباره انتخاب می کند، چیزی که در قبل باعث شکست او شده را تجربه می کند برای مسیر امروزش. این شخص کسی هست که کنترل اوضاع را می تواند در دست بگیرد و موفق شود. ما باید معانی که به اتفاقات می دهیم آنچنان باشند که در وجود ما حس خوبی را به وجود بیاورند.
برخی از اتفاقات هستند که از کنترل ما خارجند. در این زمان باید توجه کنیم که آیا ما کنترل را به دست آن اتفاق می دهیم یا اینکه تمرکز را از روی آن بر می داریم و بر روی چیز دیگری تمرکز می کنیم که بتوانیم معنی بهتری به آن بدهیم و در نتیجه این کار باعث می شود که احساسمان در لحظه خوب شود. مثلا برخی بیماری هایی که در جهان پخش می شوند ما هیچ گونه کنترلی بر آنها نداریم. می توانیم مدام به آنها فکر کنیم و مدام اخباری که مردم بر اثر این بیماری از بین رفته اند را پیگیری کنیم و در نتیجه احساسمان بد و بدتر می شود و چیزی که آید ما می شود وحشت و ترس است که این موضوع به مرور زمان بر همه زندگیمان اثر منفی می گذارد و اینگونه می شود که به این موضوع اجازه می دهیم زندگی ما را تحت کنترل خود بگیرد و نتیجه غم و رنج حاصل از این افکار است. سومین تصمیمی که زندگی را کنترل می کند این هست که در آخر چه کاری می خواهی انجام دهی؟ تمامی تجربیات ما بر اساس آنچه که از موضوعات احساس می کنیم و اینکه چه معنی به آن موضوعات می دهیم هست. حقیقتی وجود دارد که همه به آن اعتقاد داریم و آن این است که شما می توانید با وجود ثروت و مقام بدبخت باشید یا می توانید بدون آنکه چیزی داشته باشید خوشبخت باشید. ما باید یاد بگیریم که در مقابل چالش‌های زندگی چگونه رفتار کنیم. باید آموزش بگیریم که وقتی اتفاقی می افتد که از حیطه توان ما خارج است بتوانیم آرامش خود را حفظ کرده تا کنترل اوضاع را بر عهده بگیریم. باید یاد بگیریم که چطور معنا و مفهوم چالش‌ها را به سمت موضوعات مثبت بکشانیم و الگوهایی را به وجود آوریم که به نفع ما هستند. هر تراژدی و هر دردی که به وجود می‌آید، این خود ما هستیم که برای آنکه از این درد رها شویم، باید معنای عمیق و مثبتی را به آن بدهیم تا بتوانیم از آن عبور کنیم. مثل افرادی که وقتی گرسنگی می‌کشند، آن را با تمام وجود درک کرده اند و وقتی که از گرسنگی رها می‌شوند، به افرادی که کمک می‌کنند، آنها را می‌توانند درک کنند و به نجات آنها می‌پردازند. پس به گرسنگی خود در زمان گذشته معنی والایی را می‌دهند و از آن فرار نمی‌کنند یا آن را یک تراژدی دردناک نمی‌دانند. شما باید قوه پیش‌بینی خود را بالا ببرید. گاهی اوقات مدام می‌گویید من می‌دانم که چه پیش می‌آید. درست است، شما می‌دانید چه پیش می‌آید، زیرا مدام یک کار را در حال تکرار کردن هستید. پس باید قوه پیشبینی خود را قدرتمند کنید و آن را به سمت اوضاع مثبت سوق دهید و بتوانید زندگی که لایقش هستید را رقم بزنید. کاری که انجام می دهید این است. شما باید رهبر زندگی خود باشید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید. شما زمانی می توانید اوضاع را کنترل کنید که خودتان را رهبری کنید و بتوانید پیشبینی های درستی برای آینده داشته باشید. برای این کار باید همیشه به زندگیتان معنایی بدهید که به شما قدرت دهد. همیشه چیزهایی وجود دارند که تراژدی ها و چالش های زندگی هستند. پس اگر کنترل اوضاع را به آنها بدهیم و تمرکزمان را روی آنها بگذاریم، به مرور زمان چیزهای با ارزش را نابود می کنیم و هر آنچه داریم را از دست می دهیم. اتفاقاتی که ما را ناراحت و ناامید کنند همیشه وجود دارند و همیشه در دسترس هستند. اگر ما بخواهیم با افکار و نظرات دیگران خودمان را گمراه کنیم و به آنها اجازه دهیم که آنها به زندگی من معنا دهند، این هم کار راحتی هست. اما این ما هستیم که باید تمرکزمان را در دست خود بگیریم و خودمان را رهبری کنیم. و در مقابل مرحله سوم
اینکه چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم، بتوانیم کارهایی خارق العاده انجام دهیم.